درود بر شما و سپاسگزاریم امروز اینجا هستیم با ما. اگر بتونین خواهش میکنم یه مقدمه ای بدیم به ما که این واژه گاثاز یعنی چی، چند تا سرود در گاثاز هست و نویسندهش البته میدانیم اشو زرتشت. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر همه بینندگان گرامی تلویزیون پارس. ما گفتگو از گاتا داریم. گاتا گاتا واژه اوستایی است و هم به اوستا و هم به سانسکریت سرود رو گاتا میگه. سرود گاتاست. به فارسی یکی شده گاه و بیش از یکی گاهان. ما افسوسه که گاهانو فراموش کردیم و گاتا که باید گفت پژوهشگران اروپایی بر زبان ما انداختن و باز برگشتیم به اوستا و گاتا. سرود. چرا سرود؟ برای اینکه پیام خود را زرتشت به سرود، به شعر به ما رسانده. چرا؟ برای اینکه چیزی که آریاییان یا هند و ایرانیان اون رو با ارزش می دانستن، اون سرود گفتنه. اینه که همه هرچه پیامی که در زمان خودشون داشتن همه رو به سرود برگردوندند. همه رو به سرود برگردوندن. چرا؟ برای اینکه خوبی سرود اینه که اون رو از در زمانی که نوشتن و خواندن و اینا نبود، ما سرود رو از بر می کردیم و سرود رو نمیشه دست اندازی توش کرد، کم و بیشش کرد، چون وزنی که داره باید همون وزنش نگه داریم و کار به جایی رسیده که من در خود هند دیدم کسانی یک تن نه بلکه 4 یا 5 تن از پیشوایان باور هندی 3 ساعت از بر این سرودها رو داشتن. ما خود مادر من که کم سواد بود، مادر من 1000 بیت از شاهنامه از بر داشت و من کسانی رو میشناسم که 70,000 بیت تا 40,000 بیت از بر داشتن و استادان دانشگاه تهران بودند و روانشون شاد باشه. اینه که زرتشت
کاری کرد که همون سرود. ولی حالا بیایم ببینیم این زرتشت پیام خود را در چند سرود داد. ما هنگامی که نگاهی به ریگ‌ودا می‌کنیم که همون هندو آریایی پیش از بسی پیش از زرتشته و در زمان زرتشت، ریگ‌ودا کما بیش 500-600 سال از نخستین سرودش تا دومین سرودش این بود. پس ما میبینیم که ریگ‌ودا 1028 سرود داره. زرتشت چه کار کرد؟ پیام خود را به چند صد سرود به ما رساند. 17 باور نکردنیه، 17 سرود که این سرودهای زرتشت که اگر گزارش رو کنار بگذاریم تنها 40 رویه یا 40 صفحه خواهیم داشت، نیم میشه. این رو با ما رسونده. چرا؟ برای اینکه زرتشت نخواست گفتگو از این چرا و اون چرا و این بکن و اون مکن و و و و و درباره سرم چطور بخارونم، بینیم چطور پاک بکنم، اینها رو نه. تنها و تنها بنیادهای آنچه که خودش از روی جستجو و پژوهش دریافته بود و به از جهان شناسی به خدا شناسی رسیده بود، همه اونها رو به ما رساند در 17 سرود. اکنون میخوام یک کمی درباره همین سرودها گاه یکم یا یکی از بخشای گاتا که یکمه، اون نامش آهون ویتی گاتا که ما آهون ودگاه یا آهون ودگات میگیم، این 7 سرود داره در یک وزن با یک آهن ویژه زمان خودش که ما فراموش کردیم که اینا با چه آهنگ میخوندند. پس از اون آهون ویتی آهون ور یک بندی است که اونو آهون ور میگیم یا یتاهو میگیم. این درباره دموکراسی، مردم سالاری، برگزیدن سالارهای مردم و یک چیزی رو پدید بیاریم، یک سر و سامانی به جهان بدیم که در اون هیچ کس بیچاره نباشه، هیچ کس بی خانواده بی خانه نباشه، هر کس روی پای خودش باشه. این با اون نامه. دوم اشتا ویتی گاتا. اشتا همونه
که روشنی دریافتنه، روشنی که ما در اون دریابیم چه چیزهایی در جهان در گردشند، چه چیزهایی ما داریم. این باز هفت سرود میبخشید، چهار سرود و گاه سوم اسپندامیتی گاتا که دانش افزون و دانش پیشرو رو پیش می کند و به ما می آموزد. این باز چهار سروده. گاه چهارم وحوخ شطر ویریا، یعنی همون مردم سالاری نیک برگزیدنی. گفتگو نه تنها از دموکراسیه، باید دموکراسی درست باشه که مردم رو همه رو آباد و شاد بکنه. اون همونطور چهار سرود داریم. گاه پنجم وحشت و اشتی که یعنی خواهش، بهترین خواهش و بهترین نتیجه رسیدن رو اون روز زرتشت میخوا که یک سرود و همش همینه و پس از اون با یک بند اینو به پایان میرسونه. زرتشت به این پنج آهنگ که در اون زمان اینها آهنگی بودند و هر کدام را مردم آنچنان که در اوستا آمده مردم می‌خواندند، در حتی کسانی که کشاورزی می‌کردن کشاورزی خودش می‌کرد و گاتا می‌خوند، یا در کاروان می‌رفتن همه کاروانی ها هم آواز می‌شدند و سرودهای زرتشت رو می‌خواندند تا زمانی که اون رو درست می‌فهمیدند. و ما می‌بینیم که گاهان رو تا زمان هخامنشیان خوب می‌دانستن، چون همون سان که ایشون گفتند کوروش هر کاری که کرد همه رو از خود پدافند یا دفاع کرد. هنگامی که اونهایی که تاخت میخواستن بتازن بهش و یا تاختن اونها رو شکست داد، هیچ کدومشون نکشت، آبادشون کرد و درست فهماند اونها رو که چه کارهایی بکنن که با آرامش و آباد و شاد باشن. این کار هم در لیدی کرد و هم در بابل کرد. هر دو فرمان روایان اونجا رو هم نکشت، بلکه تا پایان زندگی اونها رو خوش نگه داشت به جای این که بکشه. یعنی کشتن را هیچ کسی رو نباید کشت. این پیام زرتشته. تا
اینجا من رسیدم، آیا درباره این گفتگو بگونم که روی هم رفته زرتشت چی میگوید یا اگر میتونین یه پرسشی که دارم در گاثاز زرتشت خودشو چی میدانه؟ خودشو مانتران میدانه، اندیشه انگیز، و همه پیروان خودش و همه پیروان رو پیام رسانان خدایی می داند. اون پیامی که اون دریافته بود و باید گفت پاک و پاکیزه بود، اون رو می گفت که ما همه باید برسانیم. اون واژه پیام رسان که ما پیغمبر رو از این چیزا میگیم، خودشو نه تنها خودش بلکه هر کس از اون کسانی که هم امروز هم این کار رو میکنن، اینا همه پیام رسانن. این خودشو تنها چیزی که میگه و میخواه همه همین باشیم، اون اندیشه انگیزه. یعنی یکی از کارهای و بنیادهای زرتشت اینه که مردم دانا باشن، نادان نمیخواه. باید دانا، هرچه بیشتر بهتر، بهترین دانا، دانایان رو در اون زمان خودش پدید آورد. و یک اشاره هم بکنم که آموزشگاه، مدرسه رو زرتشت آغاز کرد. پیش از اون هر کسی که میخواست یک کسانی رو بیاموزه، 3 یا 4 تا شاگرد داشت. زرتشت کاری کرد که ما میبینیم در اوستا آمده که جانشینش 100 شاگرد در اون زمان داشته. 100 شاگرد در اون زمان داشته، یعنی باید امروز 1 میلیون شاگرد داشته باشه. این کار زرتشت بوده. سپاس فراوان. انگار ما پروفسور خسرو خزایی به ما الان پیوند بسته. صدای منو میشنوین آقای دکتر خزایی؟ بله بله، درود بر شما و بینندگان ارجمند. سپاس فراوان که زمان گذاشتین امروز به ما پیوند ببندین. بحث ما امروز گاثاز زرتشت هست. اگر شما میتوانین، من از الان از استاد جعفری پرسیدم که در گاثاهاز زرتشت نام خودشو چی میذاره گذاشته، و دکتر جعفری گفتن نامشو گذاشته مانتران. یه پرسش دیگه هم ازش خواهم کرد به زودی. انگار زوترم یه نامیه که آمده، پیام رسان. شما دیدتون درباره لقبی یا نامی که زرتشت به خودش میده، آیا ادعا میکنه پیغمبره، این پیام از آسمان اومده، اونجور پیغمبر، یا اگر بتونیم به ما یکم نه زرتشت همینطوری که جناب دکتر جعفری گفتند خودش مانتران میگه در گاتا. پیغمبری در فرهنگ آریایی وجود نداره، فقط و فقط اختصاص داره به فرهنگ سامی که از 124,000 پیغمبر گفتگو میکنه. فرهنگ سامی یعنی از یمن بگیریم، از عربستان سعودی بگذریم و از عراق و اردن و بخشی از سوریه و فلسطین و اسرائیل، در این منطقه در دنیا فقط که 5% خاک دنیا رو تقریبا تشکیل میدن، درست میکنند، 124,000 پیغمبر اومده که نخستینش میگن حضرت آدم بوده، آخرینش هم محمد، حضرت محمد. بنابراین یکی وقتی نگاه میکنیم ببینیم که آیا خارج از این منطقه خاورمیانه سامی پیغمبر دیگه هم وجود داشته، حالا ایران میذاریم کنار برای یک دقیقه،
ببینیم که هیچ پیغمبری از هند ظهور نکرده، از کشور 1,300,000,000 نفری چین هیچ پیغمبری ظهور نکرده. میایم در قاره اروپا میبینیم هیچ پیغمبری اثری از پیغمبری نیست. میریم در آمریکا، آمریکایی که شما هستید، میبینیم که هیچ اثری از پیغمبر نیست، نه در میان سرخپوستاش، نه در میان سفیدپوستاش، نه سیاه‌پوستاش. میریم در آفریقا میبینیم هیچ کس نگفته من پیغمبرم. میریم در قاره استرالیا، اونجا هم هیچ چی نمیبینیم. کل 124,000 پیغمبر از این منطقه سامی اومده که تمامشون هم به خدای خودشون که یهوه یا الله میگفتن، به یکی از شاخه های زبان های سامی گفته میکردن، مانند آرامی، سوریانی، نباتی، عبری و عربی. به هیچ روی ما ندیدیم که یک پیغمبری به زبان آریایی یا به یکی از زبانهای آریایی با خدای خودش گفته میکرده باشه. بنابراین پیغمبری که یعنی یک نفری واسطه میشه میان خدا و آفریدهاش که بنده بهش میگن، این وجود نداره در فرهنگ آریایی. فرهنگ آریایی آموزگار هستش، مانند بودا آموزگار، زرتشت آموزگار، آموزگار اندیشه های سخنان اندیشه برانگیز هست که مانترا، همینطور که گفتن هست مانترا. و اینه که زرتشت، اولا در آیین زرتشت نیازی به پیغمبرم نیست، چون که چرا؟ چون که خدا اهورامزدا از هستی خودش هر چی که هست آفرید و در هر چی که هست او هم هست. بنابراین این جدایی میان انسان های آفریده ها و خدا وجود نداره، چون در هر چی که هست او هم هست. این زمانی نیازی به پیغمبری هست که خدا دور باشه از آفریده هاش، جدایی وجود داشته باشه. یه پیغمبری میفرسته میگه بگو اینطوری بکن، این کارو بکن، اون کارو نکن، این خوراک بخور، اون خوراک نخور، این لباس رو بپوش، اون لباس نه. بنابراین در زرتشت یک آموزگار هست، آموزگاری که یک فلسفه ای آورد، یک جهان بینی آورد، یک آینی را آورد که میبایستی جهانی بشه، ولی بدبختانه به خاطر اون عوامل تاریخی که همه میدونیم نشده و تا حالا یک کمی جلوگیری شده ازش، که امیدواریم که در این قرنی که ما زندگی میکنیم با توجه به بیداری وجدان تاریخی نسل جوان در ایران، به ویژه در ایران که باید از اینجا شروع بشه، بشه این رستاخیز نوین آیین زرتشت به وجود آورد و این آیین همونطوری که برازنده این فلسفه هست و جهان بینی هست جهانگیرش کرد. بله، سپاس فراوان پروفسور خزایی. از یه نظر دید زرتشت جهانی شده و از این یک جنبه که ما امروز فرزندانمان را از سن 5 سالگی تا 12 سالگی میفرستیم ما اینا رو آموزش دریافت کنن، اینا میرن مدرسه و پس از آن میرن دانشگاه که خردشون رو بیشتر کنن. و همینطور که استاد جعفری گفتن، اولین مدرسه یا دانشکده‌ای که ما در تاریخ میبینیم در زمان زرتشت میبینیم. و من در کالج پروفسور داشتم به نام پروفسور راس، که پروفسور راس به من گفت که اون موقع یه امپراتوری بود در اروپا به نام پراشن امپایر، پراشن که بسیار بزرگ بود، از شوروی میرسید تقریبا به آلمان. و این امپراتوری پراشا اولین امپراتوری بود در اروپا که مثل امروز مدرسه برای همه باز کرده بودن و همه آموزش میگرفتن و این سیستم تحصیلات یا ادویکیشن پراشن امروز در اروپا همه جا هست، در امریکا همه جا هست و تقریبا در جهان. ما جهان سوم هم که میبینیم فرزنده از 5 سالگی میرن و آموزش کسب میکنن.
اینجوری که دوباره برداشت من هست، پیام زرتشت خردگراییه. ما تمام عمرمون را باید جستجو کنیم و دنبال خرد باشیم. و دکتر جعفری، این خردگرایی یا یه واژه دیگه اگر اشتباه نکنم، فرزانه، که فرزانگی میشه یک 5 دقیقه بیشتر توضیح بدیم که یکی از چیزهایی که ما میبینیم در ایران خوش مانده اون اینه که آغاز شاهنامه فردوسی رو میبینیم به نام خداوند جان و خرد. و من تا اون جایی که شمردم فردوسی بیش از 800 بار واژه خرد رو به کار میبره و خود زرتشت همین نه تنها خرد رو که خردتو به اوستاست خرد رو به کار میبره، در این 17 سرود خودش 125 بار کما بیش 125 بار واژه بهومنا، یعنی اندیشه نیک، اندیشیدن کار ما هست، ولی آیا ما در اندیشمون یک چیزای بدی هم بیاریم؟ اون زرتشت نمیخواد، میخواد همه کارهای خودمونو از روی این اندیشه نیک که 125 بار در 17 سرود خودش آورده و با وهومن اشا، راستی و درستی، هر کار راست رو در جای راست در زمان راست با افزار یا وسایل راست به کار ببریم تا پایانش، سرانجامش، نتیجهش راست و درست باشه. و راست و درست اونه که به جهان، نه یک کس خود کس، به جهان سود برسانه، به هر چیز. ما نباید زیانمند حتی مورچه باشیم. یک درخته که کوچولو رو نباید نابود بکنیم، بلکه این جهان رو و زیست جهانی رو پاک و پاکیزه و بهتر و پیشرفته تر بسازیم. این زرتشت اینه که همش درباره خرد و اون هم اندیشه نیک خرد رو به کار میبره. خواهش میکنم. سپاس فراوان. پروفسور خزایی، های شما میخواین چیزی اضافه کنین به این جنبه خردگرایی یا آموزش در پیام زرتشت؟ یک چیزی که خیلی ها اشتباه میکنند میانه این میانه خرد هست و دانش، این دوتا به هم ربط زیادی نداره. دانش یک چیز کسبی است، یعنی شما میرید در دبستان، بعدش دبیرستان، بعدش اگر بشورید دانشگاه و یک دانشی رو کسب میکنید. شایدم یک نفر هیچ کدوم از اینها رو نره و به خاطر علاقه که به یک رشته داشته باشه، خودش با کارایی خودش و علاقه خودش یک دانشی رو کسب بکنه. خرد یک چیز کسبی نیست. خرد یک چیزی که با انسانها به دنیا میاد و اگر در جامعه‌ای
این انسان بزرگ بشه و یا در خانواده بزرگ بشه که بذارن این خرد پرورش پیدا بکنه با او، بنابراین اون هم گسترش پیدا میکنه و خرد میشه یک راهنمایی برای همیشه در زندگی اون. خرد خیلی برتر از دانش است. در اصلا در کل گاتا ما اینه میبینیم، یعنی میگه دانشی که به وسیله خرد رهبری نشه این دانش ویران کننده است، در صورتی که اگر دانشی به وسیله خرد رهبری بشه این خوشبخت کننده است و جهان خوشبختی رو به وجود میاره. حالا میگیم خرد چی است؟ ما زمانی که گاتها رو میخونیم میبینیم خرد، تعریف خرد بسیار ساده داده در گاتها. هر نیروی و هر پدیده‌ای که بتونه ما رو به یک زندگی خوشبخت و شاد ببره، نزدیک بکنه، این در جهت خرد است. و هر نیرویی که جلوگیری بکنه که ما برسیم به این زندگی خوشبخت و شاد، این بر مخالف با خرد هست، خردگرایی است. بنابراین خرد میتونه به ما اجازه میده، ابزاریه که به ما اجازه میده میان خوب و بد یکیش گزینش بکنیم. خوبم یعنی نیروها و پدیده‌هایی که میبره یک انسان، یک جهانه، نه فقط انسان‌ها بلکه حیوانات و جانوران و گیاهان هم در اینجا باید شریک باشن، میبره به سوی یک زندگی خوشبخت و شاد. و بعدم جلوگیری میکنه از این رسیدن به همچین زندگی. بنابراین خوب و بد در آیین زرتشت فقط ویژه آیین زرتشت است، این تعریفی که من دادم. اگر از این آیین بریم بیرون، از چارچوبه این جهان بینی زرتشت ما بریم بیرون، دیگه این خوب و بد معنی خودش از دست خواهد داد. مثلا چیزی که در خوب در آیین زرتشت ممکنه بد باشه در اسلام، و چیزی که بد باشه در آیین زرتشت در آیین اسلام خوب باشه، در دین اسلام خوب باشه. بنابراین این فقط و فقط ویژه تعریف در آیین زرتشت است، این تعریفی که من دارم، این خرد است. سپاس فراوان. دانشی که انسان کسب میکنه میتونه هم از بد ازش استفاده کنه، هم میتونه ازش خوب استفاده کنه. و این خردی که ما داریم، وقت اگر من یه پروفسور باشم، یه دانشمند باشم در دانشگاه یا هر کسی دیگه، و ما یه دانشی به دست بیاریم، ما میتونیم این دانش رو هم گفتم از طریق دروج استفاده کنیم، یا میتونیم بذاریم و از طریق عشا استفاده کنیم. این فرقیه که بین دانش هست و دانش خردی که در همین امریکا و در انگلیس ما بهش میگیم knowledge. نالج یعنی دانش، ولی با دانش یه خرد دیگه ایم هست، اون عشاست. یعنی ما چریختی این دانش رو به طریق خوب استفاده میکنیم که هممون سودمند بشیم، و این دانشی که داریم، این چیزهایی که داریم اختراع میکنیم، از روش بد استفاده نکنیم که به انسانها، گیاهان، حیوانها صدمه ای نزنه. من یه شعر کوچیک، یک تیکه کوچیک که میگه میازار موری رو که دانه کش است، که جان دانه دارد و جان شیرینش خش است. من 8 سالم 9 سالم بود از ایران رفتم به انگلستان، بعضی ها بهش میگن انگلیس، انگلستان، و زبان آریاییم یا آموزشی که در ایران گرفتم به زبان آریایی، این واژه یادمه و میدونم چقدر شیرین و زیباست که فرهنگ ما رو نشون میده که ما چقدر به جانورها، گیاها و محیط زیست احترام باید بذاریم، چون زندگی و جان ما رابطه داره. ما تنهایی بدون آب و هوا و گیاهان نمیتونیم زندگی کنیم، به هم وابستگی داریم. استاد جعفری، در مزدا که ما میگیم مزدا،
میدونم امروز ما واژه خرد رو میگیم، ولی این wisdom که به زبان انگلیسی هست، این مزدا هست که هم دانش رو بهت یاد، یعنی هم دانش و عشا توشه، یعنی این دانش رو کسب میکنیم که از طریق عشا استفاده کنیم، بهش میگم wise wisdom or wise person. بله، ولی خود مزدا عبر دانش، یعنی دانشی که بسی بالاتر از دانش‌های پایین باشه، عبر دانش و اهو مزدا اهورا، یعنی عبر دانش هستی، عبر دانش آن کسی که هست. و خوبی زرتشت اینه که یک تا شناسی رو هنگامی که خودش دریافت و جهان، گفتم از جهان شناسی به خدا شناسی رسید، اون همین دید. در گاتا یکی از خوبی های گاتا باز به یادم اومد، اون اینه که زرتشت در این 17 سرود 93 پرسش داره، 93 پرسش داره. و خوبی استاد، باید گفت استاد سخن، این است که این سخنور هنگامی که ما هر پرسشش رو میبینیم، میبینیم پاسخش در اون هست. و این پرسش ها بود که زرتشت رو به اینجا رسوند که خودش در همین گاتا به ما میگه که این جهان بسامانترینه در گردش خودش، آنچه که اون در زمان آسمان و زمین و خورشید و ماه و شب و روز و همه رو میدید، میدید همه درست، همه هر کاری رو درست میکنند. و پس یک ابر دانشی پشت سر این هست و اون رو میگه اون هستی. چنین ابر دانش، این همه امروز که ما میدونیم که چندین میلیون کهکشان داریم، هر کهکشانی چندین میلیون خورشید داره و هر خورشیدی هم برای خودشون زمین‌ها داره. یعنی این زمین ما امروز که ما در این دانش پیشرفت کردیم از زمان خود زرتشت، خوبی زرتشت هم همین بود که همیشه میگفت که، و امروز هم هر کسی که نیایش کمربندی، صدر بگم کشتی بندی خودش میکنه، همینه میگه که ما باید این جهان رو تازه ترین نگه داریم، باید مدرن 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 باشیم. واژه اروپایی رو به کار میبرم. این رو زرتشت، اینه که ابردانشش، هستی ابردانشش کسی هست. و خوبی زرتشت این نیست که خدا در یه زمان کوتاهی همه چیزا رو آفرید، نه، اون هنوز می آفرینه، نگهداری میکنه و پیش میبره. این هنوزم هست. خدا میدونه که ما چه کهکشانهایی تازه به دنیا اومدن در آفرینش، ما نمیدونیم. پروفسور خزایی، های شما میخواین چیزی اضافه کنین؟ ما 5 دقیقه تقریبا زمان داریم. این یک موضوعی هست که شاید بحث انگیز باشه. چندی پیش من در یک سخنرانی اینجا برای فرانسوی زبان، البته برای خارجی، مطرح کردم. خیلی
جنجال به پا کرد و خیلی بحث شد، ولی حالا میگن که شما حق داشتید این کاری گفتید. بحث این بود که درباره اهورامزدا سخن گفته شد. اهورامزدا میگه که اهورامزدا در اندیشه خودش یک جهان خوشبختی رو درست کرد و که همه خوشبخت بودن، همه هر چی که میخواستن داشتن، فقط در زمان این که این اندیشه رو به مادی تبدیل بکنه یک اشتباهاتی شد. بنابراین به خاطر این اشتباه بود که اهورامزدا پنجمین فروزه خودش نامش گذاشت اهورواتات، یعنی تکامل یا پیشرفت به سوی تکامل. این و انسان ها را آفرید و دلیل آفرینش انسان ها این بود که با اهورامزدا به عنوان همکار همکاری بکنند تا این جهان هر روز کاملتر بکنن و به پیش ببرن. برای که این موضوع روشن بشه من یک مثالی زدم در اون شبی که سخنرانی داشتم. با دین اسلام و الله اسلام که میخواستم این دوتا رو با هم که بهتر بشه که چرا این اشتباه اهورامزدا چی بوده و چرا تکاملی درست کرده. در اسلام که ما ایرانیان میشناسیم کما بیش، میگن الله یک خدای کامل هست، همه توانا هست، قادر مطلق هست و کامل هست. بنابراین یک خدای کامل باید یک جهان کاملی رو درست بکنه و قانونهایی که میده همه کامل هستن. به این جهت هست که این قانونهای اسلامی که اومده یعنی کامل هستن، کوچکترین انحرافی از این قانون ها این رو ناقص میکنه، چون کامل هست و این نامش میذارن گناه و گناه هم تنبیه داره، هم این دنیا همون دنیا. بنابراین چون قانون قوانین اسلامی کامل هست، اینه که یک مسلمان خوب امروز مانند 1400 سال لباس میپوشه، مانند 1400 سال پیش خوراک میخوره، تمام قانونهای اقتصادیش، قضاییش، اجتماعیش، فرهنگیش همه مانند 1400 سال پیش هستن، چون قانونهاشون میگن کامل هست، به وسیله یک خدای کاملی درست شده و نمیشه ازش انحراف پیدا کرد. اینه که کشورهای مسلمان 56-7 کشور مسلمان در زمان منجمد شدند، یعنی نمیتونن پیشرفت بکنن چون کاملن، یعنی قانوناشون میگن کامل است. در آیین زرتشت این چنین نیست. خدا نیاز داره که این جهان به تکامل بره، یعنی چون اگر خدای کاملی بود در عرض یک صدم ثانیه یک جهان کاملی رو درست میکرد. بنابراین یک نفر که در آیین زرتشت گام برمی‌داره باید هر روز به پیشرفت بره، جهانش هر روز نو و تازه بکنه و در این زمینه زمان آفریده شد. زمان که آفریده شد یعنی این تکامل باید در زمان انجام بگیره تا برسیم به کامل شدن. اینه که یک جامعه زرتشتی که بر آیین زرتشت استوار شده باشه باید هر روز پیشرفت بکنه، نباید در اون چهار چوبه‌ای که هست خودش زندانی بکنه. این فرق بزرگی بود. و البته زمانی که من این سخنها رو گفتم برای خارجی ها بود، همه مسیحی بودن بیشترشون، دیدن که در مورد مسیحی هم صدق میکنه اون چیزی که درباره اسلام گفته شد. و البته اینها در اروپا جنبش رنسانس رو انجام دادن و قدرت از مسیحیت گرفتن و کلیسا گرفتن و تموم شد. ولی زرتشت 4000 نزدیک به 4000 سال پیش تکامل برای انسانها گذاشت و این یکی از بزرگترین دستاوردهایی که یک نفر
4000 سال پیش به بشریت ارمغان کرد. اینه میخواستم فقط بگم اگر بله، سپاس فراوان. ما آریایی ها در فرهنگمون این هست که جهان رو هر روز باید بهتر بکنیم. این جهانی که آفریده شده تا یه حدی ایدئال هست و داره به سوی تکامل میره، که اگر چیزهایی که ایدئال درش نباشه، به مرور زمان و تکامل ما میرسیم به اون جهان ایدئال، و هر روز که پا میشیم و این کشتی رو میبندیم، این عملیه که ما به خودمون میگیم که امروز من میرم در این جهان و جهان رو میخوام بهتر کنم، زیباتر کنم و خرسندی بر این جهان بیارم و خرسندی برای دیگران بیارم. در دید زرتشت یک کاری که ما باید بکنیم آن هست که تمام جهان رو خرسندی بیاریم و شادی بیاریم، نه که یه گروهی بشینن و شاد و خرسند باشن و بقیه انسان‌ها بشینن و در خرسندی نباشن. خلاصه این برنامه داره تا یه دقیقه دیگه به پایان میرسه. سپاس فراوان از دوتا مهمانان ما، دکتر جعفری، پروفسور خزائی، که اومدن اینجا و یه روشنایی پخش کردن، یه نور زیبایی به ما پخش کردن و بینندگان و شنوندگان ما. و ما آریایی ها، ایرانی ها، باید بسیار بسیار افتخار کنیم از این فلسفه‌ای که به میهن ما اومده، که به اروپا رفت. اروپایی ها اصلا فلسفه نداشتن و ایده آموزش و دموکراسی نداشتن. یعنی هر تمدنی چه از غرب و شرق گرفته، خیلیاش از ایران و آمده. و امیدوارم هفته دیگه دکتر جعفری بتونن با ما دوباره پیوند ببندن. هفته دو هفته پس از آن نمیدونم، انگار دارن یه پروژه‌ای دارن روش کار میکنن. و ما تو این برنامه‌مون در آینده بعضی از جوانان زرتشتی رو میاریم در اجتماع و جامعه زرتشتیان، و ببینیم زندگی آنها اینجا چطوریه. شاید موزیسین بیاریم اینجا، ما یکم از سرودهای زرتشت بتونیم بخوانیم و چهره‌های دیگر رو ببینیم. امیدوارم هفته زیبایی داشته باشین، هفته خوشی داشته باشین، همتون تندرست باشین. در تا هفته آینده، بدرود و اوشتا و خدا نگهدار همه شما باشد. خدا نگهدار.